سلام شکر عزیز خوب استین جور سلامت استین امیدوارستم که همه تان بالا باز هفت باشین و همه تان جور باشین و درس گذشتی تان خانده باشین و کارهای خانگی تان انجام داده باشین قسم که درس گذشتی ما چی بود فعالیت‌های درس سخنانی سعدی بود که در رابطه با سخنان سعدی بارتان گفتم که سعدی کی بود سعدی یکی از علما و دانشمندای ما بود که در شیراز در سال 12 میدادی در شیراز تولد شده بود که پدرش یکی از علما و دانشمندای بود که اما قسم در دوران طفولیت امین تعلیمات ابتدایی خود در نزد پدر خود انجام دادن که در کودکی پدر خود از دست میتن یعنی پدرشان وفات میکنه و ما قسم سرپرستیشان کی میگیره پدر کلان مادریشان سرپرستشان میگیرن که ما قسم تعلیمات خدا در شیراز ادامه میتن و در نوجوانی طرف بغداد میرن که در نوجوانی طرف بغداد گرفتن در مدرسه نظامی بغداد چی میکنن تسلیات خدا ادامه میتن که در نحوه لغت کلام و منطق چی که مهارت خاص داشتن که در سال 1265 میلادی دوباره چی میکنن در کشور خود بازگشت میکنن یعنی در شیراز میاین و ما قسم در آن وقت چند سال میباشن 46 سال میباشن درس گذاشتیم ما را امیدوار هستم شما فهمیده باشین درس امروز ما چی است لغات از سعدی است که در صفحه بعدی کتابتان است که سنف چهارم است مضمون دری است موضوع لغات سخنانی از سعدی است درس 21 است جلسه 39 هست و صفحه 45 کتابتان است شده قندولم که در صفحه 45 کتابتان شما بینید که لغتایی است که داخل چوکات نوشته شده که قسم که ما برتان لغتا را برتان چی کردیم بیرون نویس کردیم که باز میخوانم برتان و اما قسم که گفتیم که ما باید از سخنان سعدی چی کنیم پیروی بکنیم که قسم که درس گذشته را هم خوندیم و از سخنان سعدی را برتان گفتیم که ما گفتیم که اگر ما از خانه خدا سنجش نکنیم و در جایی بگیم که بوره از او مردم آزاد بسازیم پس پایده نداره ما باید چی سخن خدا چند بار بیندشیم و یک بار دازیم و باید ما چکریم میگه هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد که ما باید سخن خدا سنجیده بگیم یا میگیم که از سخنانه از سخن... سخن که ما نسنجیم و میگه از سخن که نسنجیم و او را از او از جوابش چکریم برنجیم پس ما باید که سخن خدا به جای درست بگیم و مناسب بگیم که به خاطر که اگر کسی که بر ما جواب میده ما جوابش خودش نشیم پس هر سخن جایی بر نقطه مکان دارد ما سخن خود را سنجیده بگوییم که ما اینا های صفحه 45 کتاب تانه که بیرون نویس کردیم برتان میخوانم و شما چی میکنین؟ بعد گوش میکنین شده خندولم؟ در چی بینین که آموخت نکرد ببینین چیزهای یاد گرفت ولی به آن عمل نکرد قسمه که ما برتان به درس گذشته هم گفتم به سخنان سدی هم گفتم کسی که علم نیاموزه و از او استفاده درست نمیکنه پس چی است مثل عالم بی عمل است مثل که چیز را آموخته اما او عمل نکرده فرمثال ما تحصیل میکنیم زحمت می خاری می شوها بی میکشیم خاری میکشیم شب در بیدار میکشیم چیزی یاد میگیریم اما او را در عمل پیاده نمیکنیم پس چی هستیم مثل که هیچ مثل که درختی که ثمر داشته باشه و از او استفاده درست نکنیم میوه داشته باشه از او استفاده نکنیم مثل چی واری میوه مثل یک سمر درخت بی سمر فرقش نیست پس ما باید چی میکنیم علم که یاد میگیریم چیزی که میاموزیم باید ما رو به عمل پیاده بکنیم باید ما رو از او استفاده درست بکنیم تا بتانیم که چی کنیم یک شخص خوب باشیم در اینجا گفته که اندوخت و نخورد یعنی که پول و مال با دست آورد ولی از آن استفاده نکرد یعنی که اندوخت و نخورد یعنی مال ببینید که ما یک کار را که میکنیم زحمت میکشیم چقدر خاری و ذلت میکشیم شب صبح تا شب کار میکنیم اما وقتی که در خانه میاییم سر خود مصرف نکنیم یعنی یک میوه نخوریم یک غذای درست نخوریم پس چی فایده بی فایده است که چی کنیم و چیزی که ببینید که پول مال به دست آوردیم اما از استفاده درست نکردیم بر اولاد خود استفاده درست نکردیم برای خود به جان خود استفاده درست نکردیم پس چی است است مثل چی میمانه مثل اون عالم بی عمل میمانه که عالم است دانشمند است اما از علم خود استفاده درست نمیکنه پس امی هم اما قسم است که اندوخت و نخورد یعنی زحمت کشید خاری کشید ذلت کشید اما از پولی که به دست از مزد که به دست از او استفاده درست نکرد از او سعی درست به صورت درستش استفاده نکرد پس چی مثل عالم است که علم داشته باشه و از استفاده درست نکنه مثل درخت بی ثمر که برتون من مثال دادم که درخت که فمسال بسیار زیاد انگور یا سیب یا چیز داشته باشه فمسال تا که چه قدر انگور داشته باشه انگورش دا زمین بفته و مور نخوریم پس چی فایده انگور به دست آمده از او تاک آمده اما ما رو استفاده نکردیم پس هیچ فایده نداره پس ما چی کنیم باید زحمت میکشیم که در اون انگور ما چه زحمت کشیده بودیم زمینش جور کرده بودیم ما می نهالش خنده بودیم و مو تاک که بر ما کلان شده و انگور داد پس از او استفاده نکردیم چی فایده زحمت خود کشیدیم اما استفاده درست از اون نکردیم ببینید در ببویید یعنی بودهد چیزی که برتان گفتم که مثل قسمه که برتان چیره مثال دادم عطر مثال دادم که مثل که مشک برتان مثال دادم که گفتیم که مشک چی است یک گیاهی، گیای سیامانند است که یعنی رنگی چی داره رنگ سیاه داره مثل سبزواری نرم است اما بوی بسیار خوب داره مثل که عطر واری و همه قسم که مثل که ما عطر بوی میکنیم و قسمه که برتان درس گذشته هم گفتم که وقتی که عطر ما چی عطر سرش میکنیم او خودش بوی خود برمانش خوشحال ضرور نیست که او را ات... کنه عطار تعریف بکنه یا تاری توصیف بکنه پس همه قسم بویش خودش در مشام ما میایه مثل مشکوری ما بویش احساس میکنیم در اینجا گفته که بلند آواز یعنی کسی یا چیزی که صدایش بلند است قسمی که مده درس برگذاشته برتان گفتم که یعنی تبل ببینین تبل غازی که چی بود میانش خالی اما ببینین صدایش چقدر بالا بود اما بینش خالی مثل که برتون مثال داده بودم که یعنی عالم بی عمل یعنی چی بود؟ گفتیم که وقتی که امی عطر یعنی مثال عطر و مثال عالم برتان دادم که وقتی که وقت عالم که علم داره وقتی که علم شاید به عمل پیاده کنه ضرورت به کسی نیست که از او تعریف بکنه یا مثل که برتان مثال دادم که عطر گفتیم که وقتی که ما صندوق چی عطر بلند بکنیم پس او بوی خود خودش به شما میرسن ضرورت به چی نیست؟ ضرورت به تعریف عطار نیست پس اما قسمه که برتان گفتم تبله تبل صدای بلند داره اما بینش خالی است یعنی مثل عالم بی عمل است یعنی مثل درخت بی سمر است یعنی بین خود چیز نداره یعنی بینش چی است خالی است اما صدای بسیار بلند داره یعنی خودش خودت چی میکنه خودت توصیف میکنه یعنی من اینقدر صدای بلند دارم اما بینش چی است خالی است در اینجا گفته که تبله گفته صندقچه یا جوه کوچکی که در قدیم شیشه های عطر در آن نگه می داشتن ببینید که قسمه که برتان ما هم در درس گذاشته گفتم که تبله را که برتان گفتم که یعنی چی است صندقچه عطار است مثل که ببینید که تنها براتون گفتم که اطریات تنها بوی نداره تنها اطریات نیسته که خوشبویی داشته باشه همه قسم گیاه که ما به دوای یونانی جور میکنیم و گیاه های ما همچی داره بوی خوب داره و همه قسم که براتون مه چی مثال داده بودم؟ که دکان عطر برتن مثال داده بودیم که گفتیم که وقتی که امی دکان عطر عطر زیاد داره وقتی که ما داخل دکان دراییم پس ضرورت به این نیست که چی کنه عطر تاریف شه بکنه یعنی عطر فروش تاریف شه بکنه ما چی میکنیم وقتی که دا دکان داخل شدیم بوی عطر به مشام ما میرسه او ما اوره چی میکنیم او را میفهمیم. اما قسمه که گفتیم که صندقچی که در زمانهای قدیم در هر کس که مادر های ما ما یا قومینه ما داشتن ببینید که صندقچی که داخلش عطر باشه وقتی که صندقچه بلند شوه پس بوی زو خودش به مشام ما میرسه پس ضرورت نیست که او را چی کنه کسی تعریف بکنه پس همه قسمه گفته که تبله یعنی صندوقچه و یا یعنی جابه کوچکه که در قدیم شیشه های عطر در آن نگه داشته میشد که یعنی مثل که ما سابقا در مادر کلانه ما یا فامیله ما سابقه یا مردمان قدیم یا سابقه چی میکردن امی عطرهای خود در یک صندوقچه که های چوبی مخصوص بود که برتان چی میکردم نشانم دادم که برتان او صندوقچه ها را نگهداری میکردن داخلش عطرها را رجبی نیفته عالم دانا یا دانشمند قسم که برتان گفتم که عالم اگر از علم خود استفاده درست بکنه او عالم واقعی است یعنی دانشمند واقعی است که عالم دانا یا دانشمند معنایش چی است دانا و دانشمند که باید هر عالم که علم میاموزه باید چی کنه از علم خود به شکل درستش استفاده بکنه و از او به صورت درستش کار بگیره اگر که به صورت درستش از علم خود استفاده نکرد مثل چی است مثل امو تبل غازی است که یعنی بینش چی است خالی است پس ما چی میکنیم وقتی که علم که یاد میگیریم میاموزیم باید با دیگران شریک بسازیم و از او علم خود به جامعه پیاده بکنیم و از علم خود باید به با کشور خود استفاده بکنیم در بینین نکته اتار اتر فروش قسم که برتان ما اینجا نشان دادم که اتار کی است؟ فروش یعنی دکان چی داره؟ اتر فروشی داره که یعنی عطر فروش است و اما قسم برتان گفتم که تنها اتار اتر فروش نمیگن و قسم که برتان گفتم که اتار است؟ ادویجات یونانی را هم بفروشه او را هم اتار میگن و اتار که اتریات هم مفروشه او را هم اتار میگن چرا که اتار هم خوشبویی داره و گیاه های که ما از گلها و درختها جور میکنیم او هم چی داره؟ اطر بوی خدا داره مثل مشکواری در جیب که گفته غازی جنگجو یعنی که تبل غازی قسمه که برتان مچی کردم؟ تبل غازی را برتان نشان دادم و تبلی که در جنگ می نوازن. ببینید قسمت که برتان چی کردم؟ تبله را برتان ببینین که تبله نشان دادم که قسمه که گفتم بینش چی است؟ خالی است یعنی امی تبل است که تبله که در جنگ ها وقتی که جنگ شروع میشه و این تبله چی میکنن؟ مینوازن که بخاطر که همه جنگجوی ها چی شوند؟ جمع شوند پس ببینید که غازی گفته جنگجو یعنی که تبله غازی که در تبله که در جنگ می شود پس ببینین که چی بود؟ تبل غازی در زی که لقمان گفته لقمان چیست؟ نام حکیم و دانشمندی که در زمانهای قدیم زندگی می کرده است ببینیم که لقمان یعنی کی با قسمه که برطان ما گفتم که در درس گذشته تنم که لقمان حکیم چی گفته بود و گفته های لقمان حکیم ها گفته بودم که برطان گفتم که وقتی که آب عالم بیعمل مثل درخت بیسمرز مثل زنبور بیحسل است که قسمه که عالم که گفته بود و ببینین لقمان نام حکیم و دانشمند که در زمانه های قدیم زندگی میکردن که در زمانه های قدیمه امی آدمای عالم و دانشمند چی میگفتن حکیم میگفتن و کسایی که بلند برترتبه بودن, بودن یا کسایی که بسیار محترم بودن چی میگفتن حکیمیان دانشمند میگفتن ببینید درچه مانن چیست؟ چیشه شیشه ببینن مانن شبیه ببینید مانو ببخشین مانن شبیه درچه ببینید که مانن یعنی میگیم که من فرض ما میگیم که یک سری ما مانند خورخندیم باریست یا فهم سال میگیم که خواهرم هم شکل یا شبیه مثل سنفین باریست پس بینید که شبیه چی است مانند مانند چی است شبیه یعنی همشکل یعنی هم شکل، یعنی هم, یعنی هم چیز یعنی با هم چی داره هم خانی داره درج ببینید مشک ماده خوشبو قسمی که برتان ما گفتم که مشک چی است یک گیاه است که رنگ سبز رنگ سیاه داره و مثل سبزواری نرم است و بسیار خوشبویی زیاد داره که مشک برتان گفتم که مشک چی است مادی خوشبو که یک مادی خوشبو است که رنگ سیاه داره و مثل سبز نرم است و بسیار خشبوی داره وقتی که ما سر مشک بلند میکنیم یا که قوطی که مشک باشه یا خلطی که مشک باشه یا جوی که مشک دو باشه یا صندوقچه که مشک باشه ما اون بلند کنیم پس ضرورت به تعریفش نداره خودش چی میکنه بوی خده و ما میرسانه هنرنما صاحب هنر نشان دهنده هنر ببینید که کسی که هنرنمایی میکنه کسی که هنر داره ببینید که چی است صاحب صاحب هنر و نشان دهنده چی است هنر است پس ببینید شاگرد عزیز که هنرنما چی است صاحب هنر و نشان دادن هنر است که ما اگر ما هنر رو داشته باشیم و هنر خود چی کنیم استفاده بکنیم و او را نشان بدیم و گفته که یکی را گفته به یکی یا به کسی ببینید معنای یکی را به یکی و بکسه کسی فرمسال که اگر ما میگیم که به یکی چیز میتیم و فرمسال با یکی چیزه یک چیز دادیم پس چی است معنایش به یکی و بکسه کسی که عزیزم امیدوار هستم که شما در صفحه میده باشین و در سیاد گرفته باشین و لغتایی که برتان در صفحه چهل پنج کتابتان بود قسمی که در صفحه چهل پنج کتابتان لغت ها بود که من بیرون نویس کردم برتان در این تخته برتان نشان دادم و لغت ها خواندم و همیشه برتان دانه دانه معنی کردم و که در صفحه میده باشین و این لغت ها را چی میکرین در کتاب جهایتان نشته و فراموش نمیکنین که ای یک بار دگه هم این لغت ها را در خانه تکرار میکرین آفایی شده قندول و در صفحه میده باشین شما با پاک و بینی از خدا حافظ.